بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار آغاز شادابی. یک گزارش تازه کنگرس ایالات متحده ای امریکا که اخیرا نشر شده است گفته است امریکا باید خروج نیروها از افغانستان را عقب بیاندازد. توجه کنید به متن کامل این گزارش. با نقل از بخش فارسی بی بی سی، گزارشی که به هدایت و امانگی کنگرس ایالات متحده ای امریکا تهیه شده توصیه می کند که ایالات متحده باید برنامه خروج کامل نیروها از افغانستان را به تأخیر بیاندازد و کاهش بیشتر نیروها را از جمله به پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از سوی طالبان گره بزند. این گزارش که یک گروه فراجناهی تدوین کرده میگوید که خارج کردن همه نیروهای آمریکایی در این مقطع زمانی میتواند به جنگ داخلی، بی‌ثبات شدن منطقه و احیای تهدیدهای القاعده بیانجامد. بر اساس توافق دوحه میان دولت قبلی آمریکا و طالبان، این گروه باید عملات به نیروهای آمریکایی را متوقف کند، سطح خشونت‌ها در افغانستان را به شدت کاهش دهد و گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را پیش ببرد. آمریکا در مقابل قول داد به تدریج از شمار نیروهای خود در افغانستان بکاهد و تا ماه مه 2021 آنها را کاملا خارج کند. در گزارش تحت عنوان گروه مطالعه افغانستان آمده است که آمریکا نباید پیروزی را دو دسته تقدیم طالبان کند. و دولت قبلی آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ انتقاد شده بود که بیش از حد به شورشیان طالب امتیاز داده است تا به طولانی ترین جنگ آمریکا پایان دهد. این گزارش میگوید که رعایت این ضرب العجل بدون آن که ابتدا خشونت ها کاهش پیدا کرده و مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان پیشرفت کرده باشد میتواند به فروپاشی دولت و اثرگیری جنگ داخلی منجر شود. ریاست گروه مطالعه افغانستان را یک جنرال متقاعد به نام جوزف دانفورد که زمان رئیس ستاد مشترک ارتش بود و کلی هایت سناتور سابق جمهوری خواه بر عهده دارند. وزارت دفاع آمریکا نیز هفته پیش گفت که طالبان به وعده هایش در توافق صلح با آمریکا از جمله کاهش خشونت و قطع روابط با القاعده عمل نکرده است. با این حال جان کربی سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد گفت که دولت تازه جو بایدن همچنان به توافق صلح 2020 که میان آمریکا و طالبان امضا شد متعهد است. Thank you very much. Welcome back. You're welcome. Thanks. My name is Nazira Azim Karimi. I'm Afghan journalist. I'm from Afghanistan. I know you. با گزارش رویترز، جنرال دانفورد به خبرنگاران گفت که این گزارش در اختیار دستیاران رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از جمله زلمه خلیلزاد مسئول مذاکرات آمریکا با طالبان گذاشته شده است که آن را مفید یافتند. این گزارش میگوید که آمریکا باید سیاست خود را اصلاح کند تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که گفتگوهای صلح در دوحه قطر میان طالبان و هیئت که شامل مقامهای دولت افغانستان است و یک راه حل با دوام برای چند دهه جنگ منجر شود. در این گزارش آمده است دستیابی به یک صلح پایدار بر اساس مذاکره به طور که منافع آمریکا را تامین کند باید با تمدید ضرب العجل مایمه شروع شود. تمدید این ضرب العجل به استدلال نویسندگان و دولت بایدن فرصت بازبینی یا بازنگری سیاست‌هایش را خواهد داد به طور که کاهش بیشتر نیروهای آمریکایی را به کاهش خشونت از سوی طالبان، پایان همکاری این گروه با القاعده و پیشرفت در مذاکرات دوحه گره بزند. طالبان میگویند جنگجویان القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارند و اشاره کرده است که اگر نیروهای خارجی تا اول ماه می این کشور را ترک نکنند حملات علیه آنها را از سر خواهد گرفت. این گزارش در حال منتشر می شود که دولت جدید آمریکا در حال بررسی فرایند صلح با طالبان است. گزارش گروه مطالعه افغانستان در عین حال اشاره می کند که اگر طالبان تمدید زمان خروج نیروهای آمریکا بعد از اول ماه می را نپذیرد ممکن است به فرایند نوپای صلح پایان دهد. آمریکا ماه پیش درست پیش از سرکار آمدن دولت بایدن تعداد بیشتر از سربازانش را خارج کرد به طوری که فقط 2500 سرباز آمریکایی فعلا در این کشور باقی مانده است. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر کانگرس، ایالات متحده ای امریکا.
بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار آغاز شادابی.